امروز در درون دروازه محمد رشید مظاهری قرار گرفته. محمد رضا خانزاده، ایمان سلیمی، مسعود شجاعی، رضا اسدی، ساسان انصاری، مازولا، میثم تیموری، محمد رضا آزادی، احسان هاشصفی و مهدی تیکدری 11 بازیکن گلچین مصطفی دنیزلی و کادر فنی تراکتوری هستن. از این لحظه به بعد هم با سوت آقای کاظمی بازی آغاز شد، در حالی که در تیم طلایی پوش سپاهان میزبان این مسابقه دن. شجاعی داره در گوشی با هاشصفی صحبت میکنه، تو میفرسته کوتاه و زمینی هست، تو برگشت داده میشه دوباره تراکتوری، یه ضربه از روح دور خطرناک از روی دروازه سید پیام نیازمند عبور میکنه و به بیرون میره. اولین پشت مدافعین حرکت آغاز شد برای آقایی. خود آقایی همون توپ بلند میفرسته روی دروازه و زودتر از کیروش استنلی. یه لحظه اشتباه، موقعیت برای بازیکنان سپاهان و توپی که از روی دروازه رشید مظاهری عبور کرد و مرتضی منصوری بود که ضربه رو زد. یه لحظه مظاهری تردید داشت که بیا توپ جمع کنه، با استنلی هم قاطی کرد، حرکتی رو از سمت راست انجام بده، توپ فرستاده میشه روی دروازه. یه لحظه اشتباهی، موقعیت خطرناک و چیزی نمانده بود که تراکتور به گل برسه. اونجا سری تحت فشار قرار میدن، کیانی یا پاس عالی در سمت راست، حسینی ضربه محکم رو میزن از زاویه بسته، میتونست در مسابقه ندیدیم. تیموری میفرسته روی دروازه، یه لحظه ولیسیانی، دوباره ساسان انصاری، حالا موقعیت برای بازیکنان تراکتور، یه فرصت عالی، برمیگردونن توپ رو، تو اجازه کارو نداده حسینی این گونه توپا رو خوب میفرسته. نه از این یارگیری نفر به نفر روها میشن یا نه، توپ میاد روی دروازه، یک ضربه سر و گل، گل برای سپاهان، 1-0 با گل سجاد شهبازاده. مثل بازی رفت فصل گذشته سجاد شهبازاده حساب کار رو 1-0 میکنه و 30,000 علاقمند به تیم سپاهان رو با پرچمهای زرد رنگ به خوشحالی وامی داره. یه ضربه شروع مجدد، حسینی بالاخره ارسال انجام داد تا امیر قلعه‌نویی در 44مین دقیقه یه نفسی به راحتی بکشه. محمد رضا حسینی هست، ببینید خیلی خوب فرستاد، اینم سجاد شهبازاده روی زمین، کاری که دیگه رشید مظاهری هم نمیتونه. ارسال روی دروازه از نورافکن، خود نورافکن دوباره میتونه ساند بکنه، حالا این کار رو انجام میده روی دروازه، موقعیت در تیر دو، فرصت برای سپاهان و توپی که از دست میره. یه بار دیگه موقعیت آقایی، آقایی میفرسته، یک ضربه سر و گل، گل دوم برای سپاهان با پرواز کیروش استنلی. ببینید این گریز آقایی، اینم پرواز کیروش استنلی بر فراز ورزشگاه نقش جهان، خیلی خوب بلند شد، آسمان خراشی هستیم. کیروش استنلی هرچه که شبر رشید مظاهری، سومین گل کیروش استنلی روی این ارسال بی نقص آقایی برای سپاهان به دست اومد. ببینید اون گوشه دروازه رفت به همون جایی که باید میرفت. آقایی از راه دور میزنه و توپ در اختیار مظاهری قرار میگیره. 72 شکست نفتی ها هست. تیکتری یه ارسال روی دروازه، یه ضربه یه سر خطرناک و توپی که زده میشه چون با خطای غیر مستقیمه به شکل پاس خطرناک، عالی میگیره توپ رو پیام نیازمند، تراکتور انجام بده، میاد روی دروازه، بازم موفق‌تر مدافعین سپاهان. یه ارسال دیگه با پای چپ روی دروازه، خطرناک هست و در تیر دو توپی که به بیرون میره، تو زمین حریف خطا و کورنر بگیره، توپ میاد روی دروازه، خطرناک ضربه سر. یه حرکت دوباره شکر برای بازیکنان سپاهان، رضا میرزایی، خود میرزایی، یه پاس به بیرون، همچنان موقعیت و در آخرین لحظه رشید مظاهری توپ رو گرفت. یه گریز رضا میرزایی به سمت دروازه و توپی که حالا یه پشت پا هم اونجا میزنه به رشید مظاهری، درگیر هم میشن مظاهری و میرزایی. اوه از کوره در میره رشید مظاهری. رضا میرزایی بازیکن با اخلاقی هستن، دوتا بازیکن کارت میگیرن، سجاد شهبازاده هم میگیره، هرچی خواست مدیریت کنه کارت نده در این مسابقه.
آقای کاظمی. این درگیری باعث شد تا او مجبور بشه از کارت استفاده کنه. اینجا ببینید مزاری اومد توپو بگیره، یه لحظه پاشو زد، بعد اینجوری مزاری از کوره در رفت. شیه هست بدون گرفتن کارت، بدون محرومیت، بدون مصونیت، و حالا سوت پایان بازی. تبریک ویژه به تیم سپاهان و هواداران این تیم، تبریک به فوتبال ایران، خسته نباشید به تیم تراکتور و هوادارانش. سپاهان با این سمتیاز شیرین میره به صدر جدول.